از چیزایی که مسلمان امروز دنیای 1,600,000,000 مسلمان را عقب انداخته همینه. اینا رجا ندارن. یعنی هر کسی تصورش اینه ما کار ازمون بر نمیاد. هر کسی تصورش اینه من تنها هستم. هر کسی تصورش این است که باید بزرگا کار بکنن، باید همسایه ها کار بکنن، باید کسان دیگه کار کنن. تصور نمی کنه که منم از اون کار برمیام. تازه وقتی کارم از اون بر نیامد چی میشه؟ چیزی نمیشه. رفتیم و قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم قالوا معذره الى ربكم. روز قیامت به خدا میگیم خدای ما گفت. این تصور حتی از اکثر متدینین دور شده. واقعش اینه و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واقعا قرآن مهجوره بین مسلمان هست. یکی از حرفای خداست که تو قرآن. انتهاش ما همت میکنیم، قرآنم میخونیم، همت میکنیم، آیاشم میفهمیم، همت میکنیم، احکام ازش استنباط میکنیم. اما قرآن محرک کو؟ قرآن مجاهد کو؟ قرآن تقدمی کو؟ قرآن نشط و فعال کو؟ این قرآن کو؟ سوره توبه رو نگاه بکنید، براءت من الله. وقت مشکلات پیغمبر غالبا تو این سوره ذکر شده. همش زد و خورد، نه فقط با کفار، با همین اطرافی های خود پیغمبر همش زد و خورد بود باش. تنهایی پیغمبر تحدی کرد، پیشم برد، تا امروزم پیش برده. الان در دنیا 1,600,000,000 مسلمون این شوخی نداره واقعه. اما 1,600,000,000 مسلمان جسم بسیار بزرگ اما مخدر تقدیرش کرد. یه فیل تقدیرش بکنید. وقتی فیل را تقدیر بکنید هیچ کار ازش برمید. ما اقلن شیعه ها حسب یک حساب تخمینی که من کردم 100,000 منبری داریم در دنیای عام، حالا چه در بلاد اسلامی چه در غیر بلاد اسلامی. 100,000 یک عدد خیالی اصلا واقع. وقت چقدرم ملت مستمع داریم الله العالم. اگر راست باشه و واقع باشه که شیعه ها 750,000,000 هستن یا 800,000,000 هم که نصف مسلمان ها هستن، 800,000,000 هم شنوا داریم. سنی هم گوش میدن به منابر، خیلی سنی زیاد به منابر گوش میده، در افغان، در پاکستان، در هند، در افریقیا، در خود عراق که ما بودیم، در خود ایران خیلی سنی ها داره، من پای منبر ها میشنن گوش میدن. یعنی ما در این دو ماه 1,000,000,000 مستمع داریم. اینا همش تقریبیه. و 100,000 گوینده داریم. اگر اینکه ما در این ماه رمضان فعالیت کنیم، این 100,000 گوینده هر کدومی 10,000 کتاب پخش کنه، حول تعددیت، حول حریت، حول امت، حول اخوه، این میشه 1,000,000,000 کتاب. اونم 1,000,000,000 کتاب خیلی شیرینه. یعنی یه دونه خطیب 10,000 کتاب پخش بکنه خیلی عادیه. یه خطیب میتونه 100,000 کتاب پخش کنه، یه خطیب میتونه 5,000 کتاب پخش کنه، یه خطیب هم میتونه 1,000 کتاب پخش کنه، میشه 1,000,000,000 کتاب. چون 100,000 10,000 میشه 1,000,000,000. چقدر این مؤثره در انقاذه. اما میگم با همون همت پیغمبر باید باشه، یعنی مقتبس از رسول الله. اون شعر حول پیغمبر میگه لهو هممون لا منتهال کبارها و همته الصغرا اجل من الدهر. یه واقعیته و ما تجربه هم کردیم.
به اصطلاح به کلن تداوینا به قول آقای مطلل فلم یشف ما بنا. یک کسایی رفتن شیوعی شدن فایده نکرد، یک کسایی رفتن بعثی شدن فایده نکرد، یک کسایی رفتن قومی شدن فایده نکرد، یک کسایی رفتن علمانی شدن فایده نکرد، یک کسایی تابع شرق شدن فایده نکرد، یک کسایی تابع غرب شدن فایده نکرد. تجارب داشتیم دیگه ما. یک کسانی هم در عراق کم بودن، اونا وجودی شدن. سارتر مبدع وجودیتش اینه که میگه هر کاری بکن، هر کاری از دست برمیاد، کلش این لکه مباح. مونده که راستی تجربه کنیم که اسلام میشه یا نمیشه. من رفتم پیش عبدالکریم قاسم، قصه 35 سال قبله. من و 3-4 نفر از رفقا که دوتاشون مرحوم شدن، یکی دیگهشون هم زنده است. رفتم پیشش، مطالب زیادی بهش گفتم. این مطالب را تو مذکراتم من نوشتم، من یه مذکرات دارم که چاپ نشده. از جمله مطالبی که بهش گفتیم، گفتم بهش که تو دوتا کار بیا بکن و الا حکومتت خطر داره. گفت دوتا کار چیه؟ دوتا بابوتم پشت سرش ایستاده بودن با سلاح کشیده که اگه انسان تکون بخوره بزننش. یکیشون یادم اسمش، الرئیس قاسم اسمش بود. اولی که ما رفتیم پیشش آمد از من پرسید که چیکار دارید بهش؟ گفتم اگر به تو کار داشتم به تو میگفتم، نمیدم اینجا به عبدالکریم بگم. گفتم بهش یکی این که بیا به قانون اسلام عمل کن، زمین ها رو بین مردم تقسیم کن. با تفصیل که الان در قصد تفصیلش من نیستم الانه، به مردم زمین ها رو بده. هی شما ها میگید از می مسکن هست، هیچ از می مسکن نیست. تحدید کنید زمین ها را 1000 متر 500 متر تقسیم کنید به مردم به قانون ارض الله ولا من عمرها. چون این قانون در پیش سنی و شیعه متفقن، هر دوشون این قانون در پیشون هست. این کارای کمی کرد بعد، حالا با یه تفصیلی که الان در صدد اون تفصیل من نیست. یکی دیگه بهش گفتم که بیا توزیع قدرت بکن و تعدد احزاب بکن. گفت الان ما احزاب داریم در عراق. گفتم احزابی که شما دارید احزاب واقعی عراق نیست، حزب شیوعی دارید مربوط به مسکوه و حزب بعثی دارید که مربوط به انگلستانه، اینا حزبای واقعی نیستن. مردم باید احزاب متعدد بشه با یه تفصیلی حالا. اما خیلی گوش میداد صحبتامون را. بعدم تعلیقش که به حرفای ما زد گفت که اینی احب و انکون جلیسا للرجال الصالحین امثالکم. خیلی دوست میداره. این کار دویومه نکرد، همین کار از بین بردش. پشت تلویزیون آوردنش برایش انقلاب شد. در دنیا آراء مختلف هست، میگه که خدا اشکال مختلف در دنیا خلق کرده و من آیاته اختلاف و السنتکم و الوانکم. خدا اشکال مختلف خلق کرد. کسی بخواد مردم را مجبور به یه دونه رأی بکنه، قهران مشکلات واسش درست میشه. آوردنش پشت تلویزیون، هم عبدالکریم قاسم 90 تا صفت واسش تو رادیو میگفتن. مهندس الثوره، مصمم الثوره، الزعیم المحبوب، الزعیم الاوحد، 90. یکی از روزنامه های عراق همون وقت نوشت 90 تا صفتش را. یه دون کلش زیر بود تو تلویزیون آوردنش، عراقی ها خیلی ها دیدن. یه جندی آمد موی سرش گرفت بلند کرد، یه جندی دیگه آمد تو پیش روش فق 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 گله زد کشتش. اگر راستی تقسیم قدرت میکرد این کار میشد؟ مستبد نه این است که مردم را اذیت میکنه، خودش را اذیت میکنه، اما خودش خود دورتر اذیت میشه. تصمیم اذیت شدنش را خدا قبل میگیره. خدا در قرآن فرموده قل الله اسرع مکرا، نفر بوده اسرع تنفیضا، اسرع مکرا یعنی اینا نقشه میکشن ضد خدا، خدام قبل از اینا نقشه ضدشون کشیده. مکر معناش این است که انسان یک کار خفیه ای بکنه، خدا زودتر کار خفیه را تنفیضش کرده، یعنی تخطیطش کرده، تنفیضش بعده تا مردم امتحان بشن. قل الله اسرع مکر،
خدا سرعت مکرش زیادتره، اسرع مکر نفرموده اسرع تنفیذن للمکر. یه هشام ابن عبدالملکی که خیلیاتون شنیدید، این چش بود واقعا؟ امام باقر را هشام کشته، معروفه. چطور شد امام باقر 1300 سال شخصیت عالمی دارن اما هشام 1300 سال مردم لعنتش میکنن؟ چه پولی داشت، چه شخصیتی داشت، چه سلاحی داشت، چه القابی واسه خودش درست کرده بود، خلیفه رسول الله، امیر المؤمنین به اصطلاح. این همین اشتباهش همین بود، اشتباه هر مستبدی همینه. امام باقری که نه پول داشتن و نه سلاح داشتن و نه جیش داشتن و نه هیچ چی نداشت، امام باقر موند. چون امام باقر با قلوب کار داشت، اون سلاح به ابدان میکشید، ساکت میشید، ساکت میشیدن مردم. حضرت باقر علیه السلام رفتن با اون عالم مسیحی مباحثه کردن و واقعا این مفخره بود، یک عالم مسیحی، اکبر علمای مسیحیین را حضرت افهامش کردن که پاشد قهر کرده اصلا، پاشد از مجلس رفت. وقت هشام خیال میکرد چون پول و سلاح داره مشهور کرد که این مسیحی شده. ما در عراق ضد شیعه خیلی شدید بودیم، با یه تفصیلی که الان نمیخوام بگیم، فقط حکومت همیشه ضد ما مشهور میکرد که این شیعه زبون داره، سلاح هم داره، قدرت هم داره، خیلی آسون هم هست. این سنت همیشه بوده، یه چیز تازه نیست. استبداد هم تحریف میکنه، دروغ میگه، حوزه را میندازه، فحش میده. باید قدرت تقسیم باشه. صحبتمون الان ما در این 100,000 منبری همینه، باید اینا هر جا هستن میگن قدرت باید تقسیم باشه. شما آدم خیلی خوبی هستید، اشکال نداره، این آقام خوبه، اون آقام خوبه، اون آقام خوبه. شما خیلی خوب میفهمید، صحیحه، اینم میفهمه، اونم میفهمه، اونم میفهمه. فهم را که خدا به یکی نداده، قدرت را که به یکی نداده، یعنی قدرت عقلی اصلا. اینا یه واقعیات. آخرش هم چی؟ آخرش خود هشام قبرش در آوردن، استخوناش رو آتیش زد. استبداد همیشه همینه، همیشه همینه. استبداد نزدیک بین، دوربین نیست. استشاریین، عقلا همیشه دوربین هستن. خدام در قرآن میفرماد بل دارک علمهم فی الاخره بل هم منها فی شک بل هم منها عمون. علوی در ایران بود، یک سرصدا را انداخته بود، من یادم پهلوی و سرصداهاش، یک سرصدای عجیبی را انداخته بود تو دنیا پهلوی، مستبد بود، همه این صداها باید ساکت باشه، فقط صحبت من باشه. خدا تو قرآن به اینا میگه حالا شما میمونید، اشکال نداره بکنید، اتو ترکون فی ما ها هنا آمنین، میمونید، اشکال نداره بکنید. اینا تجربه تاریخ نشون داده که نمیمانن هم به اصطلاح. صدام حالا میمونه واقعا؟ واقعا اگر فکر میکنه میمونه اشتباه کرد. اگرم میدونه که نمیمونه که اشتباهش بدتر. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اصلا این راه موندنه واقعش، این اسلوب موندنه. این بنی امیه ای که همه چیز بودن، قبراشون رو نبش کردن، استخوناشون رو آتیش زدن، مطاردشون کردن، 100 سال هم اینا حکومت دستشون بود، تقریبا 100 سال. اونقدر پول و اونقدر شخصیت و اونقدر جیش و اونقدر ارتش و اونقدر منبر. و امام شافعی میگه 70,000 منبر و 10
اینا لعنت حضرت امیر برش میکردن. 70,000 منبر، 70,000 منبر یه عدد خیالیه، چون خیلی عالم اسلامی واسع بود. اما هیچ نمان، چون اسلوب خدا نیست بقا اینها، یه چند روزیه بقا. حالا اسلوب خدا اینه که صدام باقی بذاره. خدا ما دیدیم این رو دیگه، لازم نبود کسان دیگه ببینه. پهلوی همه ای صداها رو خاموش کرده بود با تعامل با غرب، با یه تفصیلی آخرش خودش موند. یه مذکراتی داره دختر پهلوی، من این 47 سال قبل خوندمش در عراق، اما حرفی گشتم دیگه الان پیداش نکردم، مثل که در زمان بعد از پهلوی جمعش کردم. این مذکرات پهلوی رو نوشته چون باهاش تبعید بود، با خود پهلوی همین دخترم تبعید بود در جزیره موریس، به جزیره ایه. این آدمی مذکراتش که بخونه گیر بیاره خیلی دلالت داره. میگفت به فلان آدم گفت، میگفت برو بیمیر، راستی میرفت میمرد از ترس. اینجور طاغوت بود. از پیرمردا قصه هاشو بشنوید، راستی قصه های عجیبیه که من یادم خودش قصه ها همون وقت یادمه. به کسی میگفت برو خودتو معرفی به زندان بکن، خود شرطه بیاد بهش زندان، میرفت زندان. چون سیل آدم میکشت. تو مسجد گوهرشاد تنها 10,000 آدم کشت، 10,000 آدم کشت. بعد همین آدم دخترش نوشته این یه دکتر میخواست، باهاش ورم کرده بود، یه دکتر میخواست اجازه یه دکتر بیاد باهاش ملاقات بکنه که بگه پات ورم کرده. چرا؟ چون پا ورم کردن مرض خطیریه مربوط به کبده، کبد که از کار بیفته انسان همش میمیره. دکتر، یه دونه دکتر بشنه. اگر در ایران همون وقت تعددیه بود این بلا سرشون میمه. دلیلش اینه که در جاهایی که تعدده است بلا سرشون میمه. این آقا هست، اون آقا هم هست، اون هم هست، اون هم هست، اون هم هست. آخوند همت کرد استبداد از ایران برد در زمان محمد علی شاه، با قصه مشروطه و قصه مفصلیه خوندن داره. من خودم حاضر مشروطه نبودم چون عمر مشروطه قبل از عمر منه، اما اینکه شاگردای مشروطه رو من خودم دیدم، تفاصیل ازش شنیدم. آخوند به مجلس کاغذ نوشت، بعد که مجلس درست شد و محمد علی شاه فرار کرد و به مجلس کاغذ نوشت که خلاصه ما گفتیم محمد علی شاه نباشه، مشروطه باشه، تا استبداد نباشه. تلگراف آخوند هست، همین تلگرافش. و از عجایب اینه این تلگرافش 1,000 کلمه است. کاغذ آخوند توی قصه‌های مشروطه مصطبه نوشتن. درد خوردید شما. رئیس مجلس یک جواب توهین آمیز به آخوند نوشت. اما همون رئیس مجلس را بعد از آخوند پهلوی کشتش. همون رئیس مجلس را. به آخوند نوشت جواب توهین آمیز. به آخوند نوشت گاو از برای یار است. بعد که شیار تمام شد در اتاق آینه نمی برنش، به طویله می برنش. به این معنی که شما از برای این بودید بیایید محمد علیه ببرید از بین، شما گاو شیار هستید. گاو شیار که شیار تمام شد بعد گاور تو اتاق آینه می برن؟ نه، بعد گاور تو طویله می برن، یعنی جای شما طویله. اما آخوند مونده تا حالا، کفایش در تمام عالم شیعه شخصیت داره، موندنش دیگه. همون رئیسه که به آخوند گفت که خودش بنیانگذار استبداد بود، رئیس مجلس، همون رو پهلوی کشتش. واقعش حضرت امیر فرمودن تسلی دیارهم منظر الى آثارهم، در شهرهای اینا فر بخور، آثارشون رو ببین، ببین چطور بودن و چطور شدن. خدا هم تو قرآن مکرر فرموده افلم یسیرو فی الارض، نرفتن در زمین ببینن چی بوده چی شده.
اینه یه واقعیت. حالا خود همین صدام دیده قبل از خودش عبدالکریم قاسم کشتن لاستبداده، خودش دیده عبدالسلام عارف کشتن لاستبداده، خودش دیده احمد حسن بکر کشتن لاستبداده، اما باز همون جور فکر میکنه، فکر استبداد فردیت. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرمان من استبد برأیه هلک. خیال میکنم این که حضرت امیر لازمش نفرمودن، یعنی کسی که خودش هلاک میشه به قول منطقیین فاقد و شیء لا یعطی، نمیتونه وجود به کسی بده، پس هلک و اهلک. من استبد برأیه هلک و اهلک، چون آدم هالک که نمیتونه وجود به کسی دیگه بده. هم بالا یک چند روزیه خدا در قرآن، قرآن خیلی کتاب عجیبیه که نمیخوام الان از قرآن صحبت بکنم، واقعش هر آیه که آدم ملاحظه کنه ببینه آخرین فکر بشر از این دیگه بیدیم میتونه تعدی بکنه. یکی از مسیحیه قصیده در حول قرآن بگه اینی و این اکو قد کفرتو به دینیه هل اکفرن به محکم الآیاتی، میشه من با آیات قرآنم کافر بشه؟ اصطلاح هر جای خدا هی اینا رو فرموده، هی تنبیه کرده برش، شدن نشدن، مشکلات داشتن نداشتن. اصطلاح من تصورم اینه این 100,000 خطبای ما تخمینه ها، واقعش با یک نسبتی من تخمین اینجوری زدم در همه عالم اسلامی و غیر اسلامی که حساب بکنیم روز 100,000 ما خطیب داریم. اگر واقعا ما فعالیت کنن وسیله تعددیه در بلاد اسلامیه، اگر فعالیت کنن از برای وحدت بلاد اسلامیه، یعنی مرزهای جغرافی بره از بین، اگر مرزهای جغرافی از بین بره بسته اینجور کار میتونست بکنه؟ شما از اینجا که باید حرکت کنید صد جلوتون هست، یا فلسطین این بلاها سرش میمن، یا افغان این بلا سرش میمن، یا فرض کنید آذربایجان یا تاجیکستان این بلاها سرشون میمن. مرز باز بود، هر کسی میره واسه جهاد. سابقا همین بوده، تا 50 سال قبل همین بوده. جهاد مثل نمازه، اقیم الصلاة و زکات. حالا ممکنه من نتونم برم، اما شما میتونید، آقا میتونه بره، همین جوره دیگه. شما مطالعه بکنید تاریخ اسلام را تا 50-60 سال قبل، چون 50 سال قبل 60 سال قبل بود که فکر استعمار تو بلاد ما قوی پخش شد. عجیب، اینا همین جور بود. اگر یک گوشه بلاد اسلامی یک نزاعی میشد تمام بلاد اسلامی تحرک میکرد. غربیا خیلی زحمت کشیدن تا این مرزهای جغرافی رو تو کشورهای ما درست کردن، خیلی زحمت کشیدن. من یادم وقتی مرز جغرافی نبود بین بلاد ما، من یادم. اگر واقعا این 100,000 خطیب ما همش این مطالب بگن، این مطالب قرآن هم هست، این مطالب جدیدی نیست. حالا پیغمبر مطلب جدید به میدون آوردن، ولی عادت قرآن داره اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشيء عجاب، خیلی تعجبه. همه میدونن چند تا خدا هست، مسیحی ها میگن 3 تا خدا هست، یهودی ها میگن چند تا خدا هست، مجوسی ها میگن چند تا خدا هست، هندی ها و چینی ها که میگن ده ها و صد ها خدا هست. وقتی این اومده میگه یه دونه خدا هست، خیلی چیز عجیبه. اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على بيري حرفه قدمه انطلق يعني انطلق لسانهم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. این مراد اصلا، این اومده تنهایی مقابل همه دنیا صحبت میکنه. اگر واقعا بیان الان ما اگر یک کاری بکنیم اینو پخته است، قرآن مایی که شبان روز تو تمام اذاعه ها و تلویزیون ها میخوننش و تو روزنامه ها هست و توی همه بلندگوها و اینا، همین مطالب تو قرآن نوشته، تعددیه تو قرآن داره.
حریت قرآن داره، شورا در قرآن داره، وحدت امه در قرآن داره. اینا رو با خود بیو مردم بگیم، اونا با لسان خوش، با لسان یواش، بدون زد و خورد، بدون اوقات تلخی. میدونی چقدر تغییر پیدا میکنه، تأثیر پیدا میکنه؟ بلا صدام هم بره یه حدام جاش میاد. شما دلیل دارید صدام بره که دیگه ازش بهتر بیاد؟ بناهن علا هادا به تصور ما، اگر خطبای ما در این ماه محرم و سفر که راستی یک فتح مبینی است، محرم و سفر از برای تجدید حیات اسلامی و تجدید حیات انسانی، اصلا ما ها نماز میگیم خیلی خوبه، میگیم خیلی خوبه، حج میگیم خیلی خوبه، جهاد میگیم خیلی خوبه، اینا همش خوبه، اما اینا هم باید گفته بشه. در قرآن یه دفعه عرض کردم خدمت آقایون، عمارت المسجد الحرام یه چیز مهمیه، شبهه نداره. اما حالا مسجد الحرام عمارت هم نداشت مسئله نیست. ما در مسائل مستحدثمون نوشتیم که اگر فرض کنیم این که اصلا کعبه از بین رفت، مسجد از بین رفت، اونجا هم صحرا شد، ما میرم اونجا طواف میکنیم، اونجا میرم سعی میکنیم، اونجا میریم چند تا سنگ میپرونیم از باب دلیل میسور یا معشبه. اگر فرق کردیم هم چیزی شد فرقا، این یه چیز فوق العاده مهمی نیست، ولو فوق العاده مهم است از نظر دین. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. اما تشنگی، من نمیدونم کدومتون تشنگی خوردید که بفهمید تشنگی یعنی چی. تو روایات داره امام حسین اینقدر تشنشون شده بود، حتی حال بینه و بین السماء کالدخان. آدمی که تشنه میشه، من خودم اینجوری شدم در رمضان گرمای عراق، اونم گرماهای عجیب، آدم راستی چشمش مثل دود میبینه، گوشش مشبوه میشنفه، یعنی مثل گوشش یه جوری میشنفه، نه اینکه واقعه، حس یک عالم دیگه میکنه. حضرت امیرم که فرمودن اصوم و فصیف، این مرادشون ماها اصوم همون خیلی عادیه. و راستی جماعاتی در گرمای گرم بیهوش میشن از گرما، اصطلاح. خدا میفرماد امارت مسجد الحرام و سقایت حاج، این مثل من آمن بالله و جاهد نیست. اجعلتم سقاية عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و جاهد في سبيله. سرش همینه دیگه، چون واقعش اگر این که اون قسم بود از احکام اسلام، مرزای جغرافی نبود، تعددیه در قدرت بود، اخوت اسلامی بود، شورا بود، یک دونه از این معاصی که الان بر مسلمان ها داره واقع میشه، یک دونه شن واقع میشه، شخصیت داشتن. حالا این ماه رمضان، ماه محرم و سفر رو ممکنه ما استفاده کنیم در اینجا. یه مثال مشهور هم هست، اذا نام فلان ساعه فلا ینام الا قیام الساعه. حالا ممکنه هم هست مسلمان ها 50 سال خوابیدن، تجربه هم کردن، به کلین تداوینا فلم یشفی ما بنا، به قول آقای مطلن، على ان قرب الدار خير من البعد، على ان قرب الدار ليس بنافع اذا كان من تحواه ليس بذي ود. في منبر يوم مشغول این فعالیت بشن، هر کی هر کار ازش برمیاد در این جهت. و الا واقعش این عراق گفتم هم که از بین بره صدام و حزب بعد، یکی دیگه درست میشه. خدا در قرآن میفرماد اتواصوا به، همینی که قبلا اشاره بهش کردید، اینا به هم وصیت میکنه. بعد خدا اضراب میفرماد، میفرماد بل هم قومون طاغون، طبیعت طاغیان اینه. و خدا هم در قرآن فرموده چون ما هر چیزی را مماثل وسش میفرستیم، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. چشمش هم از ذکر خدا که پوشید نعشو، و من یعشو یعنی یه پوست دور خودش بکشه،
یه پوست جهالت، نشنفتن، ندیدن، نگفتن، ندانستن، خدا میگه خب اینجا مناخ مناسب شیطان میشه. این واقعه دیگه. انا یعشو عن ذکر الرحمن نقیر له شیطانا فهو له قرین. دائما این بحشه. لهذا خدا در اون آیه میفرماد این که نه اینجوری نیست که اینا به هم توصیه بکنن. بل هم قوم طاغون. طبیعت طغیان اینه. طبیعت خدا هم اینه که هر جنسی را از جن خودش امداد میکنه بهش. یعنی طبیعت عمل خدا قصدنه. این قصه هایی که در تاریخ ما میخونیم اینا واقعا قصه های عجیبی بوده. طبیعت طغیان بوده، طبیعت استبداد بوده. تیمور لنگ در احوالش نوشتن که این مرد متدینی بود. یعنی نماز میخوند، روزه میگرفت، نماز شب میخوند. اینجور هم بشر میکشت. آتیش میزد، بشر میکشت. تیمور لنگ اساس خوندنیه. در یک شهری پسرش کشتن. یه آدم پسرش کشت. تیمور لنگ. بعد آمد اون شهر را افنا کرد. تیمور لنگ. تمام مردا، زنا، بچه ها، بزرگا، خانه هاش آتیش زد. همش از بین برد. آن صف صفا. لا ترافی ها عوجن ولا امتا. یک کسی از علما آمد بهش گفت جناب تیمور تو دعای اسلام میکنی؟ گفت بله. گفت اینم قرآن را قبول داری؟ گفت بله، من متدین هستم. کشام متدین نبوده، مگه صفاح متدین نبوده. گفت خب به چه ملاک یک نفر بچه تو را کشت؟ اهل شهر باش موافق نبودن. به چه ملاک تو یک شهر کشتی؟ گفت من از خدا یاد گرفتم، من اقتاب خدا کردم. گفت چجوری اقتاب خدا کردی؟ گفت که ماها هتیمور گفت مراحظه مغالطه بکنید. گفت که ماها که در اون دنیا آمدیم بنابود در بهشت بمونیم یا نمونیم؟ بله. گفت حضرت آدم گناه کرد، خدا چرا همه ماها را از بهشت بیرون کرد؟ منم تعلمت من الله. اون ملا هم از ترس شمشیرش هیچی بهش نگفت، توش داد. این جواب منه بهشت. حضرت آدم اصلا واسه بهشت خلق نشده بود، واسه دنیا خلق شده بود حضرت آدم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. من تو دنیا میخوام خلیفه بیارم. بهش جای موقتی بود، دنیا بود آدم چند روزی توش باشه، فقط همین بود. میشه هیچی نبود. پس خدا کسان دیگره به جرم کسان دیگه نگرفت. آدم طاغی حالا. آدم میکشه بعد مقتاب خدا کرده. بعد هم انسان نمیتونه باش صحبت بکنه. باش صحبت بکنی شمشیر دستشه. امیر المؤمنین هادا فا این مات فا هادا و من ابا فا هادا. شمشیر دستش. هیچ کار شمشیر. عبدالملک مروان بالای منبر رفت. گفت ایها الناس من مثل عثمان خلیفه مستضعف نیستم. و مثل معاویه خلیفه مداهن نیستم. هر کی با من امر معروف و نهی از منکر بکنه از این به بعد لیس جزاؤه الا السیف. خلیفه پیغمبرم هست. بعدم تنفیذ میکرد سیف را. ها این حقایقیه. چنگیز خان یکی از کاراش آدم کشی. آدم میکش بعد قه قه میشه. و میگفت الله ارسلنی الیکم. و من خدا فرستاد. از عجایب اینه وقت مردنش توصیه کرد که بعد از مردن من یک عده آدم سر قبرم بکشید. اینا به واسطش عمل کرده. وقتی مرد 40 تا دختر زیبا و 40 تا اسب بردن سر قبرش، سر همه اینا رو بریدن. یک کسی بهشون گفت، پسرش گفت چرا این کاری میکنی؟ گفتن اولا وصیت نفسه، لثان یعنی که این 42 دختر زناش باشن در آخرت، تنها میمونه دیگه. گفتن اسبا چی؟ گفت اونجا محتاج سوار بشن، خب این طرف اون طرف برن دیگه، ما معتقده به خدا و آخرت هستیم. منطق مشتبه فهمیدن. باید فعالیت کرد این کار بشه.
در مقدمم که گفتیم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم واقعا یک تنه به تمام دنیا زدن، یعنی رسول الله علیکم جمیعا، اونم پیغمبری که تمام مفاهیم را خواستن عوض کنن. اصلا اینا مسخره میکردن معاد را. اومد و سخون گرفت اینجوری اینجوری کرد جلو پیغمبر، گفت این زنده میشه؟ حالا من یحیی العظام و هی رمیم، کی اول درستش کرد؟ همونم باز درستش میکرد. در توحید مخالف بودن، بوت مخالف بودن، در معاد مخالف بودن، در اخلاقیات مخالف بودن. تو روایات داره، این خیلی روایت عجیبیه واقعش، راستی از اعجب روایات این به نظر من. در روایات داره ان فاطمه احص، فاطمه دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ان فاطمه، دو سه روایت هم داره از طریق سنی و شیعه این روایت شده، ان فاطمه احصنت فرجها فحرم الله ذریته على النار. معلوم میشه اصلا سبیل بوده زمان پیغمبر اسلام و قبل از پیغمبر اسلام که این آدم شاذ بوده اصلا. در قصه حضرت فاطمه علیه الصلاه و السلام، شاذ معنی لغوی قصد داره، فرق بین شاذ است و نادر در لغت عربی که حالا مبحثمون نیست در این جهت. یعنی هر شراب اصلا، یه جماعتی خواستن اسلام بیارن، مشرکین برشون گردن از اسلام، گفتن انه یحرم علیکم الاطیبین، از زنا و شرب. گفتن اگر از اسلام بیارید بدانید این دو تا چیز براتون حرام میکنه، یکی زنا رو براتون حرام میکنه، یکی شرب خمر رو براتون حرام میکنه. اسلام نیوردن اصلا، واسه که یحرم علیهم الاطیبین، اطیبین هم بود اینها. اگر آدم واقعا اقتدا بکنه و راستی باور کنه این را که راستی شدنیه، کار پیغمبرم که الان نیست، یه چیزای مختصر الحمدلله در تمام بلاد اسلامی نماز هست، در تمامش روزه هست، در تمامش حج هست، در تمامش زکات هست، در تمامش خمس هست، در تمامش صدق و امانت هست، یه سه چهار تا حکمه که اینا حکمای جوهری بوده، در تقدم اینا از بین رفته. خود مسلمان هم همشون قبول دارن همین احکام را به اصطلاح، فقط تذکیر لازم، تذکر لازم داره. انسان باید با هدوء و با لاعنف و با لطف و با مختلف وسائل برگردونه با مسلمان ها. صد هزار منبری داری، هر کدومی 10,000 کتاب چاپ بکنن 1,000,000,000 کتاب میشه، به هر کدام این مطالب رو ولی منبر بکنن، خیلی آسونم هست. و الا مشکلات میمونه، ممکنم از مشکلات یوری دیگه بشه. من یادمه در 25 سال قبل، 30 سال قبل، یه دونه از این جنگایی که در این 30 سال شد نبود، واقعا هیچ کدوم نبود. حالا میخوایم بریم تو این تفصیله، کم کم درست کردن، اونجا رو جنگ کردن، اونجا رو جنگ کردن، اونجا رو جنگ کردن، یمن جنگ، اونجا جنگ، اونجا جنگ، و کلون یه دعی وصلا به لیلا، هر کسی میگه حق با منه. بخیلی دیگه هست، این است که واقعش عدم امر معروف و نهی از منکر بلاش خود آدم را هم میگیره. یعنی یه کسای خیال میکنن که بلا نمیگیره تشون، میگیره تشون، سنت خدا بر اینه. آدمی که امر معروف و نهی از منکر نمی کنه، یسلط الله علیهم شراره، قانون خدا بر اینه. دنیاش آخرتش هم که معلومه چه آخرتی داره، هر کسی به قدر خودش قدرت داره. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به اصطلاح. این زیبا هم هست که فرقش هم خیلی فرق زیبایی داره که الان نمیخوام بگم. چرا خدا اینجا فرموده الا وسعها، اینجا فرموده الا ما آتاها؟ چون در قرآن این جهت خیلی درش عنایت شده، خیلی درش عنایت شده. علی تقدیر یک مفاد هست، یک نتیجه هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، واقعا قد ما آتا اینه فبها و نعمه، قد وسع اینه فبها و نعمه، بیشتره، کمتره،
اینو دیگه تحت اختیار خود انسانه. یک کسی به امام صادق نوشت من ناخوش هستم، روزه بگیرم یا نه؟ حضرت صادق واسش نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم بل الانسان على نفسه بصیره. تاش تا مبالغه است معلوم باشه. جناب سیوطی در باب تا در اواخر سیوطی میگه تا در لغت عرب 14 تا معنا داره، یک دونه تام تا مبالغه است و الا باید بصیر باشه نه بصیره باشه. بل انسان على نفسه بصیره، اگر روزه واسه ضرر داره اگر ضرر نداره بگیر. این سوال موضوع کرده بود از امام صادق، امام صادق اینجوری جوابش دادن. حالا قدرت و لا قدرت این تابع دانشتر خود آدمه. پیغمبر گفتن اسارای بد هر کدوم باید 4000 درهم بدن تا آزادشون بکنی. عباس آمد به پیغمبر گفت یا رسول الله من هیچی پول ندارم، عموت فقیره بیچاره است. پیغمبر گفتن اون پولایی که پیش ام الفضل گذاشت چی شد؟ چون وقتی در اومده بود از مکه پول پیش ام الفضل گذاشته بود. گفتن حالا جناب عباس مکلف از این 4000 دینار مال خودت بده، 4000 دینار مال غلامت بده، 4000 دینار مال عقیلی که گولش زدی آوردیش مجانی اون پیش پول اونم بده. 12000 درهم ازش گرفتن، درهم نه دینار. گفتن اون پولایی که پیش ام الفضل گذاشتی، ام الفضل زنشه خلاصه، چیزی که از پسرش میشه فضلیه، فضل و قتم و عبدالله و عبیدالله و الاخره. یعنی خدا همه این سر میدونه، خیلی واضح هم از خدا میدونه. اگر واقعا انسان قدرتش همینه تو به خواب نعمه، قدرتش بیشتر از اینه ترک کرد، خدا مبتلاش میکنه، خدا هیچ کاری نداره. در این محرم و صفر اقلا 100000 خطیب داری و به یقین 800 میلیون آدم پای منبرشون میشینه و به احتمال 200 میلیون آدم دیگه از مسیحی ها، از یهودی ها، از مختلف طوائف و اجناس و سنی ها باز پای منبر همین ها میشینن. یعنی 1 میلیارد آدم امام حسین علیه السلام به توسط خطبا میتونن صوت حق را بهشون برسونن. ما باید فعالیت بکنیم در این منابر قولن و کتبن، التعددیت و الحریت و شورا و وحدت الامه، اینا رو جا بندازیم. وقتی جا افتاد آدم ها 190 مشکلشون خلاص میشه، 10 مشکل میمونه. راسته 10 مشکل لازمه حیاته، یعنی خدا حیات را داره مشکلات قرار داده، مگر زمان حضرت حجت خلاص میشه این مشکلات با یه تفصیلی که حالا یه وقتی در زمان حضرت حجت صحبت این را میکنیم که چطور اون وقت خدا خلاص میکنه. و سرش اینه خدا دنیا را عوض میکنه، در اون وقت یه دنیای دیگه میشه. در روایت داره یوم تبدل الارض غیر الارض، این تفسیر شده به حضرت حجت، یک زمین دیگه میشه، آدم ها یه جورای دیگه میشن اطلاقا، ولهادا مشکلاتش خلاص میشه. بعد آخرت هم که دیگه هیچ درش مشکل نیست مگر از برای اهل جهنم و مشکلات جهنمی ها. اما این 190 مشاکل را که از روی قوانین غربی در بلاد ما آمده، این 190 خلاص میشه. اللهم انا نرغب عليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.